شبس، تو خودمان را دست کم گرفته ای. مختار کم مخالف ندارد. مخالفین او در کوفه یک خطر عمدن برای دولت تازه کارش. او مدتی وقت میخواهد تا بتواند بر همه قبایل کوفه مسلط شود. تازه پسر مرجانه هم با لشکری عظیم آمده. یا احتمال پسر زبیر هم بیاید. معلوم است مختار برای مقابله با آنها باید از داخل کوفه خیالش راحت باشد، یا باید گردن همه ما را بزند چه نمیتواند، یا باید به لطایف الحیل دهنمان را ببندد. چرا نمیتواند گردن ما را بزند؟ دور دور اوست، هر کاری دلش بخواهد میکند. شباز، حکومتی که هنوز جای پا محکم نکرده نمیتواند اعمال زور کند. اگر مختار از همان ابتدای کار دست به کشت و کشتار میزد، مردم میترسیدند و دور و برش را خالی میکردند. مختار فعلا چاره ای ندارد جز آنکه نقاب مردمداری و مردم دوستی و مهربانی به چهره بزند. میفرمایید چه کنیم؟ نباید اجازه بدهیم مختار فراغت پیدا کند. باید مدام به او ضربه بزنیم تا فلجش کنیم. باید یاران نزدیکش را مثل رفاعه شکار کنیم. ابو عمره طعمه خوبی است. عجمان در دولت مختار قدرت زیادی دارند. خب ما هم حقوق از کف رفته خودمان را مطالبه می کنیم. از عرب اعاده حیثیت می کنیم. چرا مختار موالی را با عرب یکی کرده و حقوق یکسان می دهد؟ این خواسته می تواند ابو عمره و دار دستش را سرد کند. مختار اگر بیعت ما را محترم می شمارد باید به خواست ما عمل کند. تو وکیل مایی که پیغام من را به مختار برسانی. اگر زیر بار نرفت چه؟ زیر بار نرود با او می جنگیم. شبس، به دوستانت بگو دسیسه نکنند و دست از دشمنی با ما بردارند. ما هم قول می دهیم به طلب ایشان بکوشیم و حقوق ضایع شده آنان را احیا کنیم. بالاخره امیر نیت اصلی خود را آشکار کرد. مختار عرب از مهران برحال و از نشاط خودش در برابر عجم دفاع کرده. قرار بود به دین علی باشد. نه، مختار صراحتاً به ما قول نداده بود که عرب و عجم را به یک چشم نگاه کنند. ما بیهوده دل بسته بودیم. این وعده بود که خودمان به خودمان دادیم. چرا ایستادی شبس؟ پیغامت را رساندی، پاسخش را شنیدی. مرخصی. تو رو به خدا از دست من آزرد خاطر نشده باشید امیر. من کاری نیستم. من مرده شدم. بدبخت مرده ای که تو غسلش کنی. حالا اجازه میدهید به امور دولتی ما برسیم یا نه؟ البته، البته. مرمت عالی زیاد، زلالی مستدام. کیان، کیان، تو که از پاسخ من مکدر نشدی. من همان کیان پیش از قیامم. سیاست های امیر برای من ناشناخته نیست. کاش می توانستم اسرارم را فاش بگویم تا مجبور به تحمل عذاب وجدان نباشم. بدانی امیر مختار با مختار چه کرده. کاش میشد شریک دغدغه های مختار باشم. دوستان ایرانی من چه پش پش میکنند.
ظاهراً از عدالت امیر ناامید شدن. فکر میکنن امیر سرشان را کلاه گذاشته. به ایشان بگو نگران نباشند. ما از آنها ایمان و از ما. در سیاست بعضی مواقع پاسخ کلوخ انداز را اگر با سنگ بدهی بابست نمی کشد. پاسخ سنگ را با تیغ تیز می دهد. خوش آمدی مشرف. قدم رنج فرمودی. ببرمایید. تقبل الله شیخ. خوش آمدی. ببرمایید. گلاب به رویتان. من وقتی شیخ شبش را میبینم دلپیچه میگیرم و مستراح نمیدارم چرا. عفه باش معیوب خدا زده. خدایا حکمتت را شکر با این مخلوقات خلوچلت. یبن زلجوشن، باز این موجود ناقص الخلقه را دنبال خودت را انداخته ای که اسباب مسکه شود و شما را بخنداند؟ شیخ شبش، راست است که امیر مختار میخواهد از قاتلین حسین انتقام بگیرد؟ نه سنان، این دروغ هرگز راست نشود. یب نظر جوشم، من از شیخ شبش پرسیدم که از اکابر علمای ماست، نه از تو که یک روده راست در شکمت پیدا نمی شود. شیخ شبش جان، امیر مختار را زیارت کردی؟ چه دستگیرت شد؟ ما را می کشن یا نمی کشن؟ تحویل بگیر جناب شمس. زنان، وقتی جنبه نداری چرا زیاد می خوری؟ نبی جان مادرت، من درستم. بن حجاج تو بگو من خرابم یا آباد؟ تو از همه ما آبادتری زنان. خوش باش، فقط مواظب باش به چنگ امیر مختار نیفتی که حدت میزند. درود بر امیر گدایان و بردگان، کذاب ابن کذاب امیر مختار. کلافتی کمر مختار، منم سنان ابن انس که خوردم شراب گس. تنه زند به من شبش، چرا شکسته ای قفش؟ نل شبش، چرا کنی بحث عوض؟ شکستم من این قفس تا بپرم زبخت نفس. حداقل حفظ ظواهر را بکنید تا مردم باورتان کنند. این ناقص العقل همیشه خدا دهانش بوی شراب میدهد، هر کجا برود رسوایی به بار میآورد. درود بر امیر مختار. درود بر سپه سالار لشکریان خدا. از وجناتت پیداست حامل اخبار مسعدت بخشی. امیر، لشکریان خدا در اولین یورش ضربه مهلکی بر پیکر دشمن زدند. ربیعت ابن مفارق فرمانده لشکر شامی با عده زیادی از افرادش کشته شدند و اردوگاهشان به تصرف نیروهای ما در آمد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
به خدا قسم که ما لشکریان فاتحیم، چرا که دین من حق و طلب من عادلانه است. ابراهیم بگو خبر پیروزی بن انس و لشکریان خدا را همه جا جار کنند تا مردم دلشاد شوند. باید برای بن انس هم نامه ای بنویسیم و خدماتش را ارج نهیم. بن انس بیمار شده امیر، تنها مطلب نگران کننده در اردوی ما همین است. بیماریش چیست؟ ضعف توامان با تب شدید و لرز. بن انس به شوق جنگ بی وقفه به سوی موسل تاخته، یحتمل رنج سفر و خستگی راه ضعیف ترش کرده. ابراهیم مصلحت نیست خبر بیماری بن انس پخش شود. بهوشین دلاور، بهوشین. امیر، دشمن لشکر 3000 نفره دیگری را به فرماندهی بن حمله به مساف ما فرستاده که بقایای لشکر هزیمت شده بن مخارق هم با آنهاست. آنها امشب به بنات تل میرسند. شنیدید برادران؟ فردا روز هنرنمایی دوباره است. فردا روز عید قربان است. چه بهتر، شاید به برکت عید فتوا آسان‌تری نصیب من شود. بروید خدا بسازید که فردا باید قربانی بسیار کنید. لشکریان خدا، این جماعت شامی طرفداران دین حکمیتند و ما از آنها بیزاریم. شام. شما با بردگانی می جنگید که از ارباب گریختند و از دین خارج شدند. این بردگان بی پروایند و حفاظی ندارند و با زبان عربی تکلم نمی کنند. این مردمان گوسفندانی هستند که خداوند برای شما فرستاده تا در روز عید قربانی کنید. هر کدام از آنها را بکشید، خانه ای در بهشت ساخته اید.
مژده امیر، مژده فرد، خداوند ایده خوبی به سربازانش داد. شامیان در حال فرارند. لاله سالار تل حسین، یا امیر، امیر، صدایم را میشنوید؟ خواستم دوره هم منشینیم و شور کنیم. پیش خرابالان خبر آوردن که ابن زیاد با لشکری قریب به 40,000 نفر به سوی ما میاد. آن هم لشکری که دوبار از ما زخم خورده. من ادامه جنگ را مصلحت نمیدانم. چرا ورقا؟ هدف اصلی ما ابن زیاد بوده. بله، ما به قصد پیکار با پسر مرجانه بیرون شدیم. اما در حال حاضر ما 3,000ایم به 40,000. آنگهی مرگ ابن انس هم روحی لشکر را خراب کرده. اگر با این وضعیت به مسافه دشمن برویم شکست ما قطعی است. برگردیم جواب امیر مختار را چه بدهیم؟ می توانیم با امیر مکاتبه کنیم و از او کسب تکلیف نماییم. می ترسم پیش از رسیدن پاسخ امیر ناگزیر با دشمن برخورد کنیم سر. اگر قبل از رسیدن دشمن میدان را ترک کنیم، آنها خیال می کنند ما به دلیل مرگ فرمانده خود میدان را ترک کردیم. فلزا رو و وحشت از ما در دلهاشون باقی میماند، چرا که ما دوبار آنها را شکست داده ایم و فرماندهانشان را کشته ایم. اما اگر بمانیم و خدای نکرده مغلوب شویم، پیروزی های قبلی را هم خراب کرده ایم. دلایل ورقا بسیار متین و معقول است سر. عقب نشینی ما در این شرایط یک پیروزی شیرین است. فکر میکنم اغلب با نظر ورقا موافقند، نه؟ به نظر من هم اگر به کوفه برگردیم از جمعی جهات برد کرده ایم. اگر شمار لشکریان پسر مرجان صحت داشته باشد، باید با شمار بیشتری به مقابله ایشان بیاییم. بسیار خوب. حال که همه شما موافق بازگشت به کوفه اید، حرفی نیست. برمیگردیم. اما من یقین دارم که امیر مختار راضی نیست. چرا راضی نباشد سر؟ ما که خدای ناکرده قصد نافرمانی یا پشت کردن به دشمن را نداریم. اگر به وصیت مرحوم ابن انس عمل کنیم، فرمانده منم. تشخیص من در این شرایط عقب نشینی است. بله، من نظر خود را عرض کردم. البته که فرمان شما واجب الامر است. از جنگ چه خبر؟ خبرهای داغونا، لشکریان خدا شکست ناپذیرند. بخوان کاتب تا بدانیم چه نوشته. بر این نامه مهر مخصوص است. نامه محرمانه است، باید خودتون بخوانید.
برادرم، همینک مطلع شدیم که سپاهیان ما در دومین مسافه متحورانه خود بر شامیان غلبه و فتح را نصیب لشکریان خدا کردند. نبرد در روز عید قربان حادث شده و همان موضع قبلی، یعنی بنات تل. ما رو احمق پنداشته، اگر نامه محرمانه از بچه رو مضمونش را فاش کرد، خبر پیروزی را که محرمانه نمی فرستم. بگو منم کوفیان شکست خوردند. در این مکتوب محرمانه خبری بود که شیرین فتح را برایم حلاحل کرد. ما یکی از یاران بسیار خوبمان را از دست دادیم. یزید ابن انس از دنیا رفت، خدایش رحمت کند. ابن انس شهید شد، اما نه با تیغ خصم. او مدتی بود که دچار تب نوبه شده بود و عاقبت هم تسلیم مرگ شد. رحم الله من قرأ الفاتحة. اگر در جنگ با شامیان شکست بخوریم خیلی دوام نمی آوریم. خودت باید به میدان بروی ابراهیم، با 7000 نفر از لشکریان حرکت کن و خودت را به نیروهای خودی برسان و راه را بر پسر مرجانه ببند. من هم سعی می کنم با بن کامل و کیان مراقب شیاطین کوفه باشم. من یک لشکر 7000 نفره ببرم، تقریبا پادگان کوفه خالی می شود. چاره ای نیست. نتیجه ی جنگ با بن زیاد سرنوشت دولت ما را رقم می زند. پس باید با همه قوا به میدان برویم. کاش می شد خناس‌های کوفه را تحریک می کردیم تا از سوراخ‌هایشان بیرون می شدند و کلکشان را می کندیم. شاید با رفتن تو از کوفه تحریک شوند. فقط یادت باشد به هر منزل که می رسی یک شب توقف کنی یا حتما با من مکاتبه کنی. حسابات مدائن که رسیدی اردو بزن و همانجا منتظر باش تا لشکر بن انس به شما برسد. با آنها نوشتم که در ساوات به تو ملحق شوند. زودتر از ما به ساوات رسیده باشند چه؟ زودتر رسیده باشند که چه بهتر. به ساوات رسیدی نامه بنویس و آنجا را ترک نکن تا نامه من به تو برسد. بله امیر. زن. پس فردا که لشکر شام به کوفه رسید و قطعی شد، لشکر اطفالت گوش زن مرا بخورن؟ تو چرا باور میکنی ناقص العقل؟ لشکر شام کجا و کوفه کجا؟ بند ناف این جماعت را با دروغ بریدن. آی بلدن آسمان ریسمان به هم ببافند و گنجشک را جای قناری به خلق الله بیندازند. فرماندهی که وبا گرفته چطور میتوانسته فرماندهی کند و
دشمنی را بتاراند. آی ابن الوقت، حرف مفت نزن، مردم را نترسان. بروید به کسب و کارتان، بروید و به حرفای این منافقان گوش ندهید. بروید. بفرمایید، این هم منطقشان. جناب نگهبان خدا، چرا نمیخواهید مردم حقیقت را بدانند؟ چرا با مردم رو راست نیستید؟ اگر لشکریان شام به کوفه بیایند که به زودی میآیند، میدانید چه مصیبت عظمی میشود؟ به خدا سوگند از کله کوه میسازند. والله بالله کوفیان شکست خوردند. یزید ابن انس فرمانده لشکر کوفه کشته شده. با کدام عقل باید باور کرد که 3000 کوفی بر 80000 شامی فائق آمده؟ ظاهرا تو حرف حساب سرت نمیشود. در دارالشرطه مقر میایی که مزدور چه کسانی هستی؟ دستگیرش کنی. این همان عدالتیست که مختار وعده کرده. ایها الناس، در کجای حکومت علی؟ خدا کنه که دروغ باشه. دروغ است، باور نکنید. چی دروغ است؟ چی راست است؟ اگر دروغ است، پس چرا پسرش در عازم شده؟ دروغ دروغ نیست، راست راست هم نیست. راست دروغش با خدا. زبانم لال، اگر راست باشد چه؟ راست باشد کوفی خانه خراب است. شبست، بخت با ماست. شمشیری که در دست مختار است قلاف خالی است. تیغش در دست پسر اشتر بود چه رفت؟ من با همه مخالفین صحبت کردم، همه حاضرند به میدان بیایند. با این وجود توصیه میکنم از مکر این مرد غافل نشوید. مختار آدمی نیست که بی گدار با آب بزند. زده شبه است؟ بی گدار با آب زده؟ ظاهرن شکست بن انس حسابی گیچش کرده. دروغ پشت دروغ، غلطان در غلط. بزرگترین خطایش یکسان دادن سهم عرب و موالی عجم از غنایم و بیت المال است. خیلی از قبایل طرفدار مختار به این اهانت معترضند. قول میدهم صدای ما را بشنوند، مثل یمنی ها به میدان می آیند. می دانی رفاعت ابن شداد پیش نمازی یمنی ها شده؟ بله، خبرش را شنیدم. ما همه با نظر شم موافقیم. وقتش رسیده که ضربه نهایی را بر مختار وارد کنیم و کوفه را از وحشت او برهانیم. به خدا قسم من مدت هاست که خواب راحتی نکردم. این که نشد زندگی. یک عرب افسار گسیخته نوکران ما را برانگیخته. جرأت نداریم به نوکرانمون امر و نهی کنیم. در کجای شریعت محمد آمده که بردگان می توانند از اربابان خود تمکین نکنند؟ گمان من بر این است که با رفتن ابراهیم مخالفین ما شورش کنند. گمان نیست امیر، شورش قطعی است. جاسوسان ما تمام فعالیت‌های پنهان مخالفین را زیر نظر دارند. رفاعت ابن شداد با یمنی‌ها از یک سو، دار و دسته شمر و شبس از یک سو. یا لالعجب، رفاعه چرا؟ جنگ جمل را که مرور کنی پاسخ جرایت را می‌گیری. قصه رفاعه شبیه قصه طلحه است و زبیر. کاش چند روزی اعزام ابراهیم را به تأخیر می انداختید امیر. که چه می شد کیان؟ برای دفع خطر شورش. چند روزی فرصت می خواهیم تا سران دسیسه‌گران را دستگیر و زندانی کنیم. آنها را زندانی کنیم به جرم اینکه قصد شورش دارند؟ نه کیان، این رفتار دون شأن حکومت عدالت خواه ماست.
من برای قصاص قاتلین و حسین بهانه ای میخواستم تا وجهه دولت ما نزد خلق الله ضایع نشود. شهر مقدس به گناهکاران فرصت توبه داده. من میدانم که این جماعت از ترس تیغ تیز انتقام ما توبه کردند. پس کاری کنم تا تینت پلیدشان آشکار شود. به خدا قسم اگر دست به شمشیر ببرند و قیام کنند، روز مرگ و ذلتشان را جلو انداختند. با رفتن ابراهیم ما با نیروهای کمی که در اختیار داریم حریفشان نیستیم. ما اگر بر حق باشیم، خداوند راه گریز از تنگناها را نشانمان خواهد داد. بن کامل، نیروهای سست و مشکوک دارالشرطه را به مشاغل حاشیه‌ای بگمار و برای مقابله با شورشگران از نیروهای طرفدار قیام جایگزین کن. کیان، تو هم نیروهای ضربتی جدیدی از ایرانی‌ها بساز. بیاری خدا روز خاری عشق جان نزدیک است. اینجا کجاست آمدیم؟ اینجا خانه است دخترم. اینجا که طبیعی خانه نیست. دروغ خوب باز تو حرف بد زدی؟ اینجا قصر است دخترم. قصر چیه؟ قصر خانه ایست خیلی بزرگ و قشنگ. مال کیه؟ مال کسی که پادشاه باشه. پادشاه چیه؟ پادشاه مرد خیلی گنده ایست که همه چیز دارد. مثلا چی دارد؟ پرسش های این بچه تمامی ندارد دومی جا. بی خود خودت را خسته نکن. بیا بغلم تا قصه‌اش را برایت تعریف کنم. این کاخ با همه زیبایی‌هایش انفاس طیبه بانوان علیه را کم داشت. خوش آمدید. امیدوارم ایام به کامتان باشد. شاکرتان ابو مفلس، کاخدار کوفه. مختار حق دارد ترک خانه کند. حق داشت همه اون چشم و دلش دنبال قصر باشد. میارزد به سالها هول و هراس و سختی میارزد. میدانستم قصر کوفه به این دلبازی و زیباییست کمتر به جان مختار نق میزدم. قصر رویاها میماند. این قصر که مال مختار نیست، ناریه. پس مال کیست دومه جان؟ پسر تو، شوهر نازنین من، پادشاه این قصر است. حتما تو هم خودت را شاه بانوی این قصر میبینی. چرا که نه؟ من زن ارشد مختارم. غیر از این است عمره؟ باشد، تو شاه بانوی این قصر ناریه. فقط تو رو به خدا جلوی این خدمه حرفی نزنید. ای بست. حالا کاری کند که همه خیال کنن ما قصر ندیده ایم. شیرین بانو، منزل نو مبارک. حیف نبود خودت رو از این نعمت محروم کنی. شبیه قصرهای خسروانی است. بزرگی و شکوهان مرا میترساند. شیرین، تو را به جان حیدرک ما غر نزن. اخم و تخم نکن، بهانه هم نتراش. گناه که نیست، چند سباهی هم ما مزه قصر نشینی را بچشیم. خب، مزه قصر نشینی را چشیدیم و عادت کردیم. تکلیف چیست؟ می توانی بعداً لنگش رو برایم بسازی؟ قول شرف میدهم که نه.
سعی کن عادت نکنی. خدا کند اقامتمون طولانی نشود. چی؟ وگرنه سنگینی سنگ و ساراج این کاخ کمرم را می شکند. شما بروید داخل. من سری به مختار میزنم و میایم. ما که جایی را بلد نیستیم. بلدی نمیخواد بانو. از این در که داخل شدید یک راست میروید میرسید به سرسرای رس. آنجا ابو مفلس نامی منتظر است تا شما را به محل سکونت کنه. بیا شیرین. آش کشک خانه است. مجبوری بود. من هم مثل تو راضی به آمدن نبودم. اما شوهرت کیان قانعم کرد. طبع واماندم را چه کنم راهله؟ بیا چند شب هزار شب نمیشه. عجب جایی آمده ایم خواهر. خیلی دلباز و قشنگ است. مطمئنی خواب نمیبینی؟ داریم خواهر. من خواب قصد دیدم. به این قشنگی نبود. همه آمدن؟ بله امیر. مشکلی که پیش نیامد؟ نه، فقط عیال ابراهیم کمی مقاومت میکرد. وقتی که قصه شمر رو برایش تعریف کردم راضی شد. قصه شمر؟ خبرش رو نشنیدی؟ چه خبری؟ چه قصه ای؟ حدستان درست بود امیر. بعد از اذان مغرب شمر به خانه شما حمله کرده. وقتی که خانه را خالی دیده غیظش را بر سر هلوی مادر مرده خالی کرده و او را کشته. بیچاره هلو. دستم به این حیوان خونخوار برسد قرمه قرمه اش میکنم. میدانستم شغال ها بیشتر خالی از شیر ببینند چنگ و دندان نشان میدهند. بدا به حالشان، بدا به حالشان. میبخشید دومی جون، باید زودتر از اینها برای دستبوسی میامدم. باور کنید بعد از قیام فرصت یک شکم سیر خوابیدن برایم حسرت شده. بس که پختیم و رفتیم و شستیم از کت و کول افتادیم. خسته نباشی دخترم، خدا قوت. جای پسرم ابراهیم خالی نباشد. حکایت ابراهیم و مختار حکایت ما هست و خورشید. وقتی نباشند یعنی ظلمات. من که سعی میکنم چشمانم را ببندم و ستاره ها را بشمارم. حتما باید شبهای پرخطر بیاین تا ما هم را ببینیم بی معرفت. تو که ترک لفها کرده ای. در کوفه هم ناریه روی خوش نشان نمیدن. کجا بیایم دیدنت؟ حرف حق جواب ندارد. چطوری؟ باز که هوایت حالش به هم خورده. خدا صبرت داد عمره. در حیرتم تو چطور ناریه را تحمل میکنی؟ آتش به پا نکن دختر. اینا کی هستن ابو مفلس؟ باید عهد و عیال مقامات دولتی باشند. خب اینجا چه میکنن؟ تا جایی که چاکرتان میداند قرار است تا رفع شورش احتمالی در قصد سکونت کنند. کدام شورش؟ یعنی شما نمیدانید؟ نه که نمیدانم. من داخل آدم نیستم که بدانم. اخبار همیشه نخنما شدهش به من میرسد. تا جایی که می دانم مخالفین امیر مختار با هم هم پیمان شده و قصد دارند با امیر بجنگند. یا صاحب صبر، عمره ببخشید شیرین بانو. بی عمره میدانستی و به من حرفی نزدی؟
راجع چه باید حرف میزدم؟ باری کلا این رسمش نیست عمره. باز برای خودت برید یا دوختی ناریه؟ چه شده؟ قرار بود با هم رو راست باشی. من همیشه با تو رو راست بودم، اما تو را نمیدانم. تو نمیدانستی قرار است در قصد زندانی شویم؟ نمیدانستی قرار است زیر یک زخم با یک گل زن کلکل کنی؟ چرا؟ میدانستم. پس چرا به من حرفی نزدی؟ تو گوشی برای شنیدن نداشتی شاه سنم. آنقدر هول بودی و آنقدر محو در و دیوار قصد بودی که چیزی نمیشنیدی. که طالعت بسوزد ناریه با قصد نشین شدنت. السلام عليكم. تقبل الله تقبل الله. جناب رفاعی، باید اعتراف کنم امشب خاضعانه ترین نماز عمرم را خواندم. خدا عمرت دهد که بانی خیر شده. اجماع امشب ما کافرکش است. ای کاش دوستان سابقت در چه معنا می کردند و به تفرقه در میان مسلمین دامن نمی زدند. من مثل تو فکر نمی کنم گبن زلجوشن. از روزی که شنیدم شما شیاطین در دشت نینوا با پسر پیامبر چه ها کردید، آرزویی نداشتم جز ریختن خونت. خدا نیامرزد مختار را که بانیات پلیدش به خونخواهان حسین خیانت کرد و مثل منی را در کنار مثل شمای قرار داد. خواه این هم از بد اقبالی من است که آرزوهایم حسرت دلم شود. جناب رفاعه، چرا خصمانه سخن میکنی؟ آدمی زاد جایز الخطاست. فریب شیطان میخورد و به چاه میافتد. ما همه در دشت نینوا کور و کر بودیم که به دام افتادیم. باب توبه به همین دلیل باز است. باب توبه بر آدمی باز است، نه بر شیطان. به جای نبش قبر کردن بهتر نیست به دشمن مشترکمون فکر کنیم؟ چرا؟ فلحال مختار دشمن مشترک من و شماست. پس خوب هوش و گوش کنید. من فقط در دشمنی با مختار و جهاد با او هم پیمان شما هستم ولا غیر. خصومت من با قاتلین اهل بیت پیامبر تا قیام قیامت برجاست. پس همت کنید آفتی مثل مختار را از میان برداریم، وگرنه دین و دنیای همه ما را نابود می کند. چه باید بکنم؟ باید قسم بخورم که در دشمنی با مختار مصر و مجدم. جناب رفاعه، شما به جادوی زبان مختار واقفید. میترسم با پیغام های جادویش بلرزید و میدان را خالی کنید. جادوی زبان مختار برای شما که زبان الکنی دارید ترسناک است. من قصد پاپس کشیدن داشتم. هرگز سینه به سینه مختار نمی ایستادم و با عقایدش مخالفت نمی کردم. شبهه‌ای داشتم به زبان آوردم تا خدای نکرده باعث تهمت و غیبت نشود. ما امشب قصر کوفه را محاصره می کنیم. شما و یمنی ها می توانید در همین موضعی که هستید بمانید تا اخبار ما به شما برسد. خدا بخواهد دو سه روز آتی بلیعه مختار با خودش دفن می شود. علیکم السلام. علیکم السلام.
اهلاً و سهلاً، اهلاً و سهلاً. فکر کردم بهتر است بدانید که چرا اینجایید. مخالفین قیام که غالباً در حوادث عاشورا دست داشتند قصد شورش کردند. احتمال دادم شورشیان که غالباً از اراذل و اوباش کوفه‌اند به قصد ضربه زدن به قیام مزاحم اهل بیت مردانی شوند که در قیام موثر بوده و هستند، یعنی شوهران شما. لذا خواستم به قصد تشریف بیاورید تا از گزند دشمن در امان باشید. این گونه که باشد خاطر مردانتان نیز آسوده تر است. تا دفع شر دشمن مهمان دارالحکومه اید. این قصر ظاهری زیبا دارد و باطنی خطرناک. توصیه‌ام به شما این است مراقب باشید خلق و خویتان را عوض نکند. بانو عمره با آداب قصرنشینی آشنایی کامل دارد، میتواند کمکتان کند تا راحت‌تر زندگی کنید. ساکت. من باید چه کار کنم مختار؟ اصول دین میپرسید بانو؟ نه، میخواهم تکلیفم را بدانم. معلوم است تکلیفت اداره کردن امور اندرونی است. مرا معاف کن مختار، ناریه مقدم تر است. از کیسه خلیفه میبخشی؟ این کار را به تو سپردم چون بهتر از ناریه از پسش برمیایی. دومه جان شرمنده، باز هم مجبوری جایی اقامت کنید که خانه خودتان نیست. گله ای ندارم پسرم، توفیق اجباری شد که من هم چند سباهی طعم زندان را بچشم. عجب تعبیره به جایی. بانو راهله، شنیدم با اکراه آمده اید، حق دارید. از شما توقع همین است که به قصر نشینی راغب نباشید. اگر طینت خبیث دشمن نبود جبرتان نمی کردم. امیر، اکراه من به خاطر حرف و حدیث مردم بود. ترسیدم دشمن قصر نشینی ما را علم شیطان کند و عوام هم باور کنند. مرحبا، الحق که با این طبع بلند شایسته سرداری بزرگم چون ابراهیمید. مرحبا ابو مفلس. بله امیر. از مهمانان در محل اقامتشان پذیرایی کنید. بفرمایید. بفرمایید. شیرین بانو، مختصر عرضی داشتم. سر و پا گوشم امیر. اگر احیاناً از اون مثابت کنایه شنیدی به بزرگی خودت ببخش. مباد آزرد خاطر شوی. من و کیان سال هاست به زخم زبانهایش عادت کرده ایم. خیالتان آسوده امیر. هیچ کس نمیتواند امیر مختار را در دل من و کیان بشکند. تازه بانو عمره هست. تلخی زبان بانو ناریه به شیرین زبانی بانو عمره در. بسیار خوب. این پهلوان کیان کوچک ما کی بناست مرد شود به جنگ اهرمنان برود؟ غلام شماست. خدا حفظش کند، زنده باشد. بفرمایید. نمیخوایی به اندرون بروی ناریه؟ نه مختار جان، ناریه برای این قصد زیادیست.
نخواستم. من و بچه هایم می رویم سر خانه و زندگی خودمان. تو کی می خواهی دست از این اخلاق زنندت برداری ناریه؟ زور که نیست مختار، چرا برزخ می شوی؟ این قصر ارزانی بانو عمره که یک روزی پدرش پادشاه این قصر بوده. دیوانه، تو اگر عاقل باشی می توانی همینجا هم مثل خانه خودت حکومت کنی. عمره بیچاره فقط راه بلد است. نمی خواهم مختار، نمی توانم با یک لشکر زن و بچه زیر یک سقف زندگی کنم. خانه خودم راحت ترم. کدام خانه خودت؟ تا شمر زلجوشن زنده از خانه مختار خراب است. سر شب به خانه حمله کردند. غلامت قلو را هم کشتند.